در حالی که دومینیک استراوس‌کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول در نیویورک در انتظار جلسه بعدی دادگاه خود است، تحقیقات قضایی درباره پرونده او همچنان ادامه دارد. وی روز جمعه با قرار وثیقه 1 میلیون دلاری و ضمانتی 5 میلیون دلاری از زندان به آپارتمانی برای بازداشت خانگی منتقل شد. وکیلان وی اکنون در تلاش برای تحقیق درباره پیشینه قربانی تعرض جنسی در این پرونده هستند. او در سال 2004 به آمریکا رفته و اکنون به شدت تحت محافظت پلیس است و از محل نگهداری او خبری در دست نیست. خانواده وی محروم از آب و برق در روستای کوچکی در گینه زندگی می کنند و مدتها از او بیخبر بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه، بازرسانی برای تحقیق درباره پیشینه این خدمتکار به گینه فرستاده شدند. همزمان تحقیقات پلیس در هتلی در نیویورک که گفته می‌شود تعرض به این زن 32 ساله در آن صورت گرفته ادامه دارد.